من برای که خیالم راحت باشه دست چکم هم اتفاقا با خودم آوردم. گفتم 20 میلیون الان بدم خدمت شما، فکر میکنم برای شروع کار کافی باشه. ها بله، اینم یه چک به مبلغ 20 میلیون تومن برای پس برد. خیلی ممنون. به مبلغ این چک باید برای من سفته بدی. بابته؟ من دارم ریسک میکنم، بدون قرارداد دارم به شما مبلغ 20 میلیون تومن میدم. چشم، من امضا میکنم. اون پولی که بهتون گفتن داره جور میشه، الحمدلله جور شد. 20 میلیون تومن فردا میرم بابامو در میارم. حالا به اینو چی بگم؟ من روم نمیشه، مگه مردم مسخره ما؟ روم نمیشه چیه؟ یارو کلا برداره داره بوز میخره دیگه، شما هوشنگو نمیشناسی. منم ماشینو فروختم، 5 میلیونم به اینا دادم، حالا که اومدم ماشینو ببرم گل پسر ده میذاره. من اگه قراره با پولی که تو میخوای برام ردیف کنی از بیمارستان در بیام، بمیرم بهتر تو از اون بیمارستان در بیام. خانم دست شما درد نکنه، رو زدی با آدمی که اون همه بلا آورد سر من؟ تو اداره داشت منو بدنام میکرد، تو که میدونی قصه من اینو میدونی. شرمنده آقا نصرت، اگه میدونستم قرار مرخص بشی اصلا به آقا هوشنگ رو نمیزدم. حالا بیانش دست کیه؟ دست من آقا جون. بده بگی زحمتی کم کنه. دست شما درد نکنه، خوب آبروی منو جلو مشتریم بردی. اجازه بده من باش حرف بزنم. نمیخواد حرف بزنی، تو قبلا باید حرف بزنی. بیبریم آبرو ما رو بردی بردی. الو، علیرضا جون. سلام بابا، میدونم ای کی بده سمس دادم؟ نه میدونم، خب تو هم گرفتاری دیگه. آره بابا اشکال نداره، فقط ببین شمارشو برام سمس کن. میتونی؟ دست درد نکنه. علیرضا شماره خود حمید لولاییه؟ میگم حالا آلپاچینو کسی نه. نه نه بابا، هالیوود کیشی، شما جا تو مریخ بوده. دست درد نکنه، خیلی مخلصی. خدا حافظ. نه پیتزا نمونه به همین سرعت بردن؟ عجب بابا، کن اصلا نهی برده بودم. عجب و برنجا کو؟ آقا جون که اینجاست؟ آقا جون آقا جون چه خبره، چه خبرته؟ بردم برنجا رو. کی برده پسر؟ دو ماه آزگار من گریز اینجا نشستم دارم این برنجا رو میپام، تو ککت نگذید. به محض اینکه همه رو به صحیح و سلامت فروختم و رفت، الان اومدی قوقولی قوقولی بازی در میری، دو دقیقه میزنی خواب به چشمم میاد. به کی فروختی؟ آقا نصرت. کدوم آقا نصرت؟ پدر رفیقت دیگه پسر. کدوم رفیقم؟ اسم داره بابا نصرت. کیا؟ همسایه قدیمیمون. بابای اسی؟ بله. آقا جون مطمئنی خواب ندیدی؟ آقا تو گذاشتی من بخوابم تا خواب ببینم. برو میزنگ که میزنه. دو دقیقه نزاشت، دو دقیقه دیرتر میموند خوابم خدا بیامرز داشتم میدید. بله الهی برات بمیر. الان اومده. کیه؟ نادره. جونم آقا نادر، یه سوال ازت میگم، راستشو بگو. من دو ماه پیش 20 کیلو برنج از بابات خریدم. قضیه این برنجا چیه؟ مریضی چیزی داره؟ بابا؟ نه خیر، برنجا رو عرض میکنم. آخه سر شب یه آمبولانس از وزارت بهداشت اومد تمام برنجای باباتون رو برد. حتما مریضی چیزی داره. بابا؟ نه خیر، برنجا رو عرض میکنم. یعنی یه آمبولانس وزارت بهداشت اومد برنجا رو همینجوری بار کرد بابا؟ آره با چشای خودم دیدم، همه دیدن. آقا نادر دست بزن اینجا.
نه نداری. تب؟ آره. همینو میگم دیگه. شما کجا فهمیدی که من میخواستم میگم تب دارم یا ندارم؟ نمیدونم چرا اینجوری شدم. یعنی چی؟ وایسا ببینم. به بابات بگو هرچی برنج مونده میارم پس میدم، باید تا قرون آخرشو هم بری، وگرنه بلای سر بابات میارم توی این محلتو سر بلند کن. فهمیدی؟ بله چشم. چشم بله چشم نداره، حرف منو بفهم. فهمیدی؟ چه بلایی؟ چنین جوری شدم؟ جور کرده، نمیدونم، نفهمیدم از کجا، ولی به مامان گفته که قراره یه کاری بسازه، پیش برداخت گرفته. دروغ میگه چیه؟ نه مامان چکشو دیده. چیکار میکنی؟ هیچی، دارم زبان تمرین میکنم. با موبایل؟ نه با مهتاب خانم صحبت کردی؟ مامان نذاشت، گفت امشب شب خواستگاریشه، درست نیست امشب صحبت کنیم، اگه قسمت باشه به اونا جواب منفی میده. خب میخواستم باش قبل از خواستگاری صحبت بکنه که یه موقع تصمیم اشتباه نگیره. مامان گفت دیگه ناسه. له زبونم نچرخید، ببخشید اسی. تا میشه گفت خواهر؟ حالا ببین یه بلایی سرت بیارم که دیگه نشینی برای من با موبایل زبان تمرین کن. یه ذره زبان تمرین کن برای من. با اون نه، با گوشی. با گوشی تمرین کن ببین. شانس آوردی. الو. الو اسی، حالت خوبه؟ بد، خوب نیستم. ببین منم خوب نیستم، نمیدونم یه جوری فکر کنم. توهم زدم، شایدم دلم شب فردا رو میزنه. آره نمیدونم، قول و برابر هم داشته، مثلا یه اتفاقی داره میفته، نه که اتفاقی بیفته، نمیدونم. اسمس دادی؟ علیرضا اسمس داد برام، من یادم رفت بهش اسمس بدم. مردشور ریخته تو برام، نه اسمس دادی نه قرار گذاشتی، بعد دلشوره داری برای قرار فردا. خب قطع کن، الان بذار اسمس میدم. زود باش، زود باش اسمس بده، الان یارو میگیره میخوابه. قد حالم بد، انگار دو نفر دارن تو شکم من رخ میشرم، همش فکر میکنم فردا میخواد یه اتفاق بد بیفته. اسمس دادی به من خبر بده. باشه یادم ره. خودش زد اوکی، مخلص آقای لولایی زد اوکی. حمید رضا، حمید رضا، اسی پاشین، ساعت 9 شده، پاشید دیگه. حمید رضا، اسی، مگه با تو نیستم؟ فرانک من بیدارم. پاشید یه صبحونه بخورید، خونه زندگی رو مرتب کنیم، الان بابا تینا میانا، اسی رفته دنبال بابات. حمید رضا، مگه با تو نیستم؟ اون وقت میگن آدم باید بره سربازی، مرچ پادگان بدتر اینجا. پاشو یه لقمه صبحونه بخور، اینقدر قور نزن، برو از آقا سلیمون یه دونه خروس زنده بگی بردار بیار. خروس واسه چی؟ هیچی، میخوام صبح به صبح گوگل گوگل کنه تو رو بیدار بکنه. خب میخوام جلوی پای بابات سر بباریم دیگه. بدو زود باش. مامان میشه زنگ بزنم ناصرم بیاد؟ علیکه سلام، صبحت بخیر. سلام، صبح بخیر. زنگ بزنم ناصرم بیاد؟ ناصر برای چی؟
میاد هم با آقا جون آشتی میکنه هم سر خروس رو میبره دیگه، یکی بعد این کارو بکنه دیگه. خب راست میگه دیگه، به جای که من این همه راه برم تو چهار راه عمومی، بگید ناصر بیاد به جای خروسم سر ناصر ببره. ای بابا بیچاره ناصر، بی ادب بی تو. چی کار دارید میکنید؟ به جای این کارا بیا صبونتون رو بخورید. چیه چته؟ گفتی به سایل ساعت چند اینجا باشه؟ آره گفتم. فقط خدا کنه این لولایی آدرسا رو قاطی ماتی نکنه، بگنه گم میزنه به همه چی. بر چی قاطی کنه؟ فقط کافیه این پدر دختره بیان ببینن حمید لولایی اینجا اومده برای قرارداد. خب دیگه خیلی بریم دیگه. چرا بایستدی؟ حسم داره به میگه یه چیزی اشتباهه، دلم همش داره شور میزنه. بابا از در خونه تا اینجا صد بار همش رو چک کردی، بی خودی دلت شور نزنه. من مطمئنم بی جهت دلم شور نمیزنه. منم قیافم معمولی یه نمور نگران میزنه، طبیعیه دیگه، پیش میاد. دیگه گفتم دارم بی جهت شور نمیزنه. بهت گفتم این فکرهای احمقانه‌ات آخر کار دست اون میده. من الان جواب سیدی خامی که دادی دست اینا رو چی بدم؟ بعد کاری کردم ردشون کردم گندش در بیاد. امروزم خبر مرگت، یه فکری بکن که امروز گندش در بیاد. من هیچ غلطی نمیتونم بکنم. صحنه کن. کلید باشه. اومای اون بابا شما جلوی در وایسا، اگه لازم شد صدات میکنم. فهمیدی؟ خب آقاتون چرا لازم شد؟ مگه من بیکارم هر روز بلنشم بیام دنبال فیلم عروسی شما؟ یه دقیقه خودم میرم تو قضیه رو حلش میکنم. دو روز سر کار بابات وقت گذاشتی. هی پات کن بزن تو سر بابات. بله بفرمایید. برداشت. ادا دکتر. دکتر ببین خوب گوش کن چی میگم. ببین این آقای زرنگار رو، این خانومشو با این پسر گردن کلفتش الان اومدن دم در پایین وایسادن. آره همین جلوی در خودمونن. ببین درو به هیچ‌وجه وا نمی‌کنی زنگ زدنو. یعنی چی درو وا نکنم؟ قرار برای مشتری بیاد. بابا مشتری ول کن بابا. آقا من دو برابر همون پول مشتری بهت میدم. فقط درو وا نکن. چی میگه؟ بابا این طرف آدم حسابیه، قرار سرویس کامل بکنه. ماساژ لاغری، حجامت، زالو. حداقل 150-160 من گیرم میاد. باشه من 200 تا میام نقد میذارم رو میزت. خوبه؟ فقط درو باز نکنی ها. ببین. اگه ندی جفتتون اینجا میندازم بیرون ها. باشه اگرم دادم تو خفه شی دیگه. چی گفت؟ فکر کنم نیستن ها. هستن. رونشون نمیدن. دوباره در بزن. چشم. فکرم اومده قلب آمد دهنه. الان حمید لولایی بیاد چی باید بهش بگیم؟ اون شماره زرنگار بگیر. چی میخوای بهش بگی؟ خودت باید صحبت کنی. شمارهش بگیر. خوب گوش کن چی میگه. مو به مو حرفه که من میزنم باید بهش بگی. آقا جون بهت قول میدم اینا نیستن، اگه بودن در رو باز میکردن. تو این مارمولک ها رو نمیشناسی. شده من این در رو بشکونم امروز باید برم تو زرنگاه. بابا در دفتر مردمی که آخه نمیشه شکست. مادر من. من مادر تو نیستم. چند بار بعد اینو بهت بگم؟ ساکت بیچاره. جواب بده، بهش بگو یا این در رو وا میکنه یا من میرم شکایت میکنم مامور میارم. الو. الو سلام عرضم آقای زرنگاه، احوال شریف. صبح عالی بخیر. ببخشید من این وقت صبح مزاحمتون شدم. شما منزل تشریف نداری؟ نه خیر. شما کجایید؟ من الان جلوی درب خونه شما هستم. هرچی زنگ میزنم کسی در باز نمیکنه. بزرگوار شما کجا تشریف دارید؟ اتفاقا ما هم الان جلوی دفتر شما هستیم. هرچی زنگ میزنیم کسی جواب نمیده. شما جلوی دفتر ما چیکار میکنید؟ شما جلوی خونه ما چیکار میکنید؟ اون سی دی بودش که من دیروز خدمتتون تقدیم کردم، شما تشریف برده بودید دفتر. اون سی دی اشتباهیه. من الان داشتم میرفتم پدر از بیمارستان ترخیص کنم، گفتم سر راه این سی دی درست سرم خدمتتون تقدیم کنم. دم خونه ای ماست، میگه سی دی برده. دروغ میگه. بهش بگو ما وایسادیم اینجا، زود وردار سی دی رو بیار اینجا. الو ببین ما جلوی دفتر شما وایسادیم، سی دی رو بیار اینجا جلوی دفتر بهمون بده. نه ببخشید، مثل اینکه شما عرض بنده رو متوجه نشدید. من الان دارم میرم بیمارستان پدرم رو ترخیص بکنم. اگه شما میشه تشریف بیارید، اگر نه که من
بدم به یه همسایه کس معتمدی کسی سراغ دارید بدم در خونه اونا. پسره میگه میخوای سیدی رو بدم به یکی از همسایه ها؟ نه بگو بده سوپری بغل خونه، گوشی رو بده به آقا منصور. آفرین پسرم، این فکر خوبیه، اون موقع میفهمیم که راست میگه دروغ میگه. ببین اونجا دم خونه ما یه دونه سوپری هست، خب میری تو سوپرمارکت گوشی رو میدی به دست آقا منصور صاحب اونجا، بعد من بهش میگم که سیدی رو از تو بگیره. بله ببخشید یه لحظه گوشی خدمت. ببین میگه که برو یه سوپری نزدیک خونه اونه من اسمش آقا منصور بده به اون فیلمو. خب تو اونجوری میگی نم اینجوری میگه دیگه، چی بگم الان بهش؟ الو معذرت میخوام جناب زرنگار، جسارتن من فیلمو نمیدم به سوپری محلتون. شما دوست دارید فیلم عروسی شما و خانمتون بیفته دست سوپری محل؟ معلومه که نه. خب دم شما گرم، پس من وایستدم شما بیاید فیلمو تحویل بگیرید. پس تکون نخور اومدیم. راست میگه بیچاره، میگه سیدی عروسی رو که نمیتونم بدم دست سوپریه. را بیفتیم بریم. زرنگار بچه شدی؟ بالا بری پایین بیای، من میگم اینا این تو هن، ما رو دیدن میخوان دوباره دکمون کنن. تو میگی این تو هن؟ باشه قبول، ولی اگه نبودن چی؟ اگه واقعا دم در خونه بودن چی؟ همایون اینجا وای میسته، بالاخره میخوان برن بیرون که، میگیرتشو. آفرین عزیزم، چجوری این فکر به مغزت خطور کرد؟ همایون تو همینجا وایسا، بریم عدیدن. بابا مگه من بیکارم وایستم اینجا کیشیک بدم؟ همایون خفه، ساکت باش، چند بار بگم رو حرف مادر طرف نزن؟ زرنگار، صد دفعه نگفتم من مادر شیستم؟ چشم عزیزم، بریم. همین دلاله این تو پارک کرد اینجاست، بیچاره شدی. چه خبره آقا یواش؟ چه خبره دارم میام بیرون؟ چه خبره طلبکارم هست؟ مگه تو چش نداری میزنی مردم رو له میکنی؟ ندیدمش خواه آقا جون. خب مگه مذارت خواهی کردم از شما آقا؟ ای مخلصی آقای لولایی. آقای لولایی سلام علیکم. خیلی شاکرم آقا جون. آقای لولایی خیلی مخلصی. آقای مصطفی آقا جون. آقای لولایی تو کوری میزنی هنرمند مملکت این دوله لبرده میکنی. من شرمنده آقای لولایی. من تمام فیلم های شما رو میبینم. افتخار میدین یه عکس با پدر مادرم با هم بگیریم؟ من مادر شما نیستم. یه عکس مبسوط برای اول آلبوم. تمام نمیتونم بفرمایید. دوربینه در رو کجاست؟ در رو دیگه آلولایی یه ذره همچین نمیشه خودمونی تر باشی، همچین ما جلو دوستامون پوز بدیم بگیم حمید نولایی رفیقمونه، این دست رو اینطوری بنداز گردن من، خیلی خودمونی. آقای لولایی یکم لبخند خنده 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 گفت. آقا بسن برو کنار آماده گرفتم. دست درد نکنه. ببینم نه دستت تکون خورده تار شده. خب یکی دیگه بگی. این ندید ولیدا مثل کنه چسبیدم ولم نمون. بذار ما هم عکس بندازیم با آقای لولایی. آقا پسر برو کنار گفتم. بذار ما هم عکس بندازیم. آقای لولایی لبخند. سی اونجا رو. کجا رو؟ اون رو. بیچاره شدیم. ولی یه جوری این لولایی رو از اینو جدا کنه. بهتره. چه جوری؟ گرفتم. بس. قشنگ شده. خوب شد. داره خوب شد. یه دونه عکسام با من سرنگار بندازید. یه دونه با خانوم اینا. شرمنده دیگه من تلفنم زنگ می‌خوره. باشه ولی دفعه بعد. من همه سریالای شما رو دیدم، همه فیلماتون رو دیدم. یکم مردمی باشید آقای لولایی. آقای لولایی خودتو نگیرن. چش با همتون عکس میگیرم. بذارید من تلفن رو صحبت بکنم چش. الو آقای لولایی. سلام من آرش هستم.
شما الان کجا هستی؟ من الان جلوی دفترم، شما کجایی؟ ما همون آدرس قبلیم که براتون فرستاده بودم. فقط من معذرت میخوام ازتون، فقط اگه میشه شما یه نیم ساعتی بریم بشین توی ماشین، یا نه بهتر بریم یه دور بزنید تا ما خودمون برسونیم. 20 دقیقه. با یه شماره شما اسمس و آدرس میدین، بعد با یه شماره دیگه یا آدرس دیگه میدین، میگید بیا اینجا. بابا موقعیت منو درک کنید، الان مردم اینجا، تو میدونی که چرا ایت منو بابا؟ من دارم میرم خونه، اگه دوست داشتین یه نفر رو بپرس خونه اونجا قرار داد میبدیم. خدا حافظم. آقای لولایی چی شد؟ بچه ها من با همتون که نمیتونم جدا جدا عکس بگیرم، یه عکس دست جمعی بگیریم بعدم برای هم دیگه بلوتوث کنیم. آره بفرمایید. یه عکس دست باشین خب آروم باشین، بخندید. بذار کنار آقا. آقا برمیگرده یعنی؟ حتما برمیگرده دیگه، چون قراردادشو بست. بریم بابا، بریم بالا. آقا به جای اینکه بر وایسی اینجا رو نگاه کنی، پشت بریم پایین، بریم دفتر. الان دخترها باباش میان بالا، بریم ببینیمشون درستش میکنیم دیگه. بریم تو دفتر چی به اینا بگی؟ داشتم به همون فکر میکردم. چرا گفتی حمید لولایی بره؟ سیاوش بابا من گفتم بره؟ خود داشتی میشنیدی که من گفتم آقا بفهم بریم تو ماشینتون بشینی، ما میایم. اسخایم کردم کلی، اون خودش غلط رفت. بردشو ریخته توی برند. تو وقتی حرف میزنی به عاقبتش هم فکر میکنی؟ من به همه قول دادم امروز برم بابامو در بیارم، الان همه منتظر منم با چک اونجا باشم. برو با چک، برو اونجا، برو بابا تو در بیار، کسی جلوتو نگرفته. این گندی که تو زدی الان چک و پایین از همون پس نگیرن خیلیه. وایسا بسی بگیر من اومدن چفت در پشت انداخته. بدون من آقای کیا سلام علیکم. سلام علی شریف. سلام علیکم علی شریف. آقا خیلی تبریک میگم. بابت آقای لولایی دیگه الان پایین دیدیمشون داشتن تشریف میبردن، چقدام آدم دور و برشون جمع شده بود، خیلی محبوبن ایشون. خیلی خیلی خیلی. ساعت 10:30 قرار بود که آقای لولایی بیان برای قرارداد ما هم زیارتشون بکنیم، اما مثل که زود اومدن. ما پایین دیدیم کی اومدن، کی قرارداد هستن. این بازیگر کارشون همینجوریه دیگه، حساب کتاب ندارن. این قرار بود دیرتر بیاد، بعد یه کاری داشتیم برای زنگ زدم من دم درم قرارداد منو ببندیم. ما بسیم رفت. آقا بریم تو بفهمین داخل بفهم. خب در بسته است. نه ما رفته بودیم الان پایین برای بدرقه آقای لولایی، یه دفعه باد زد در بسته شد، کلید مونده تو. الان کلیدم تو، هم فکر کلید داری. یه لحظه بنده اجازه منظرت میخوام. آی دکتر این دکتر خدماتی ها، منظرت میخوام یه لحظه این در باز میکنی. قربونت برم دادا. مشکل زندگی. بله آقای لولایی رفتن. لولایی چیه بابا؟ زرنگارو زنشو میگم. نه شما یه لحظه در رو باز کن داداش، عرض میکنم خدمت، باز کن. همیشه اینجوری میخواد بگیم من مثلا این آدم های معروف و فیلم های معروف این نمیشه. بفرمه دکتر جون، یه چند لحظه میخواستم مزاحمتون بشم. اتفاقی افتاده؟ نه اتفاقی نیفتاده. این چی؟ یه ها بکنیم؟ نه یه های مشت بزرگ بکن، یه های کوچولو اینو بکن، نقلی بکن. به به چه عطروبویی داره آقا نصرت. دکتر جون بذار اول پخته بشو بخوری بعد تعریف کن. این برنج ایرانیه، این هندی. چون ما بدون واسطه و دلال خریدیم، این برنج ایرانی 200 هم ارزان‌تر از این هندی افتاد. دستت درد نکنه دکتر جون. این پسر صحرایی زیر رو میکشه. دیشب موقع تحویل گرفتن برنج اومد بلبا بپا کنه، پنچریشو گرفتم ساکت شد. یه خوره هواشو داشته باشی، یه گوشمالی هم بهش بدید که حواسش جمع باشه. در ضمن
اینم لیست تمام جایی که من تو این 30 سال برای ادارمو خرید میکردم. هم آدمای منصفی هستن، هم جنسشون یکه. آقا نوست دست درد نکنه، من که دیگه نمیدونم چی بگم. هیچی دکتر جون، این بیمارتان گردن ما حق داره. در ضمن اومدیم خداحافظی کنیم، ما میخواییم بریم. چطور؟ مگه پول جور شده؟ آره پسرم پول جور کرده، من هم داره میرم جمع جور میکنم که برم دیگه. خب به سلامت آقا نصرت، انشالله که دیگه بیمارستان پیدات نشه. انشالله. سلام برسو خانواده رو. ما رو حلو کن دکتر. خدا نگه داری. خداحافظ شما. سلام حمید جزا، این دیگه چیه؟ بهش میگن خروس. اینه که میدونم، میگم این خروس واسه چیه؟ آها، آقا جونم داره مرخص میشه، اینو گرفتیم جلو پاش سر بود. به سلامتی، مبارک باشه. خیلی ممنون، مال شما هم مبارک باشه. چی مبارک باشه؟ من در جریان و کل امور محل هستم. به سلامتی شنیدم دارید ازدواج رو گوین بیرید خونه بخ، اونم آلمان. تو از کجا میدونی شیطون؟ من از کجا میدونم؟ الان سه روز تو خونه ما حرف شماه. داشتی شده مثل مرغ پراکنده. واسه چی؟ یه گفتنش فایده ای داره. شما که داری ازدواج میکنی میری بایر مونیخ. اولا بایر مونیخ اسم تیم فوتباله، دوما هنوز چی معلوم نیست. جدی میگید؟ آره. بیاد بیاد ببین مطاف خانم، داشتی من بچه خوبیه، لیسانس سینما هم داره، همین روزا هم داره یه فیلم درست میکنه. من مطمئنم هر زنی باهاش ازدواج کنه خیلی خوشبخت میشه، مخصوصا برادر شوهری مثل من داشته باشه. پس خوش به حال دختره دیگه. یه چی بگم بین خودم میمونه؟ آره مطمئن باش. ببینید الان تو خونه ما چند روز حرف شما، داداشم ای داره به مامان فرانک میگه از شما خوشش میاد، بعدشم مامان فرانک میگه الان وقت حرف زدن نیست چون واسه شما داره خواستگار میاد و میره، ولی به نظر من الان وقت حرف زدنه، چون شما دیگه بزرگ شدی، حق انتخاب من به خودتونه، خودتون باید انتخاب کنید. بعد میگم دختر پسر باید هم دیگه دوست داشته باشه، همینجوری ندیده و نشناخته نمیشه که. بعدش هم شما میخوای اینجا رو ول کنی بری آلمان که چی؟ من همه چیزی بگم، قول میدی بین خودمون بمونه؟ شما اول بگو. من دیشب به اونا جواب منفی دادم، چون نمیخوام از اینجا برم، تازشم، اصلا پسره رو نمیشناسم. جان من، راست میگی؟ آره. فقط قول داده بین خودمون بمونه ها. من قول ندادم که. یکی از اخلاقای بعد اون برادر شوهر می چیه؟ حرفو نمیتون تو دهنش نگردی. آجاز. آقا جونم مرخص شد میرسی فاطمه. کاش یه ذره از زبون جلبوزه این یه الف بچه رو داداشش هم داشت. بفرمایید. اینجا. مبارکه. تموم شد. مبارکه. مبارکه. مبارکه ایشالا دخترم. واقعا خوشحالم که به آرزود رسیدی. بله منم. ببین میخواستی بذاری از این مملکت بری. نمیدونم. ببخشید من فقط میخواستم الان که من دیگه به طور رسمی بازیگر فیلم شما، ازتون خواهش کنم که لطفا یه توضیحی در باره فیلم من بدین که داستان چیه، نقش من چیه، نقش آقای لولایی چیه، کجای قصه ما با هم گره میخوریم، برخورد میکنیم از این صحبت ها. اجازه است؟ اصلا نگران نباشین، یه دو سه روز دیگه رفتین سر کار، اونجا خودتون از نزدیک میبینید و همه چی متوجه میشید. چرا دو سه روز دیگه؟ شما هی دارید عقب میندازید. شما گفتید فقط قرارداد آقای لولایی مونده. من میتونم ازتون خواهش کنم هممون نسبت به قول و قرارامون احترام بذاریم. من واقعا نسبت به قولم خیلی حساسم. اگر واقعا فکر میکنید کارو شروع نمیتونید بکنید، خب به بنده بفرمایید که تکلیفم رو روشن کنم. ما از فردا فیلم برداریمون رو شروع میکنیم. ایوا نه، من که هیچی درباره نقشم نمیدونم هنوز. یعنی چی از فردا؟ شما قراره بزرگواری بفرمایید من نقش یک دختری رو تو فیلم من بازی بکنید که بر اثر یک سانحه تصادف ضربه‌ای به سرش وارد میشه و بیهوش میشه. اون وقت اسم من تو فیلم چیه؟ ستاره. ستاره دیگه عزیزم. ستاره که اسم خودمه. ببینید تو فیلم من
قراره همه بازیگرایی که محبت میکنن و بزرگواری میفرماین ایفای نقش میکنن همه به اسم خودشون شناخته بشن. این ایده نویسنده است. اصلا نویسنده کار کیه؟ من تالشو ندیدم. عرض کردم این فیلمنامه به صورت بداهه است و بهتره بریم سراغ اصل مطلب. نویسنده خود من هستم. آقای کیا من معذرت میخوام. ببینید خانم اینجوری نمیشه ها، وقتی صحبت میکنن دارن جدی صحبت میکنن. این بدن سگ میشه اخلاقش تو کار. معذرت میخوام دخل. شرمنده شما داشتین میفرمودین، گفتین که من توی تصادفی فراموشی میگیرم و اینا، بعدش چی میشه؟ بله، و زمانی که این دختر بیهوش میشه و به هوش میاد، اولین کلمه و تنها کلمه ای که به کار میبره لولاییه. حمید لولایی. کرخش شوهرشو بازی میکنه؟ دقیقاً. اصلا. چرا؟ این فیلم هندیه، اصلا قرار نیست شوهر و ماهر و این داستانا رو اصلا ما نداریم تو فیلم. کیا جان گفته بودی اینو تغییر دادی این یتیکشو؟ کی؟ اصلا یه تیکه دیگه بود حتما. بله، این دختر که درگیر فراموشی شده میاد و میره سراغ آقای لولایی که بهش بگه با هم ازدواج کنیم دیگه. نه 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 خانم، اصلا بحث این چیزا نیست، بحث ازدواج و خواستگاری کردن و نمیدونم این که شما زن کسی بشید کسی شوهر شما بشه ما نداریم تو این فیلم. آروم بشید. ببخشید من اگر اینجوری باشه خب اصلا تو این فیلم بازی نمی کنم، به خاطر اینکه نه عشق و عاشقی داره نه کسی میاد از تو فرودگاه برات داره ببرد، تو چه اتفاقی نمیفته؟ مردم واسه چی ببینن دخترم که بیهوشه؟ بابا جان دخترم بداهه است، ممکنه که آقای لولایی هم عاشقت بشه. واقعا؟ اصلا همینه، احتمال داره همین بشه، چون این فیلمنامه تو ذهن آقای کیاست، همشه که نمیدونید، شاید آخرش یکی بیاد و عاشق این کاراکتر شه. نه آقای کیا؟ نه نه ببخشین اون وقت من نفهمیدم این وسط نقش آقای لولایی چیه؟ خب چه نسبتی با من دارن؟ ببینید خود آقای لولایی هم نقش آقای لولایی رو بازی میکنن، نقش خود آقای لولایی رو بازی میکنن. کلیه عوامل این فیلم میان و مستقر میشن داخل یک تاکسی ون، یعنی اهم از فیلم بردار، صدا بردار و حتی تدارکات همه داخل این تاکسی ون مستقر. اصلا دوربین مخفیه، هیچ کس نمیدونه ما داریم فیلم برداری میکنیم. عزیزانی که جلوی دوربین ما قرار دارن تک تک بازیگرها میدونن دارن برای ما بازی میکنن، ولی برای بازیگر مقابلشون دستشون رو نمیکنن، یعنی نمیگن ما داریم برای هم دیگه بازی میکنیم. این چیه؟ باعث اتفاقات و مستنداتی میشه که هول و هوش شخصیت شما اتفاق میفته که مسیر اصلی قصه ما رو پیش میبره. واقعا یه مسئله که هست اینه که من این وسط هنوز نفهمیدم نسبتم دقیقا با آقای لولایی چی. بیخیال دیگه. بنده مطمئنم این فیلمی که ما قراره استارت بزنیم شدیداً مورد استقبال مخاطب قرار میگیره. حتما. واقعا میشه بفرمایید اسم این فیلممون چیه؟